قبل از نوزادی جنینی در رحم مادر بودم، اون خدایی که جنین را در رحم مادر بدون مطالبه روزی که داد رزق به حلق او ریخت، همون خدا این مسیر مرا کشانده است تا الان. چطور در رحم مادر که بودی از گرسنگی و تشنگی که یه وقت نکند از فقر غذایی بمیری قصه نمیخوردی؟ اون موقع ذلیل بودی، الان عزیزی. خدای ارحم الراحمین ذلت جنین را رها میکند، عزت فعلی شما را رها میکند. اون موقع روزید میداد، الان نمیدهد؟ ها؟ فکر چی میکنی؟ من زیاد شنیدم، گاهی هم متاسفانه تو ذهن خود ما هم میاد. فکر نکنید ما آخونده یه چیز دیگه هستیم، شیطون سراغ ما هم میاد. آی فلانی، تو فردا دو سه تا بچه داری، اینا اگه کاسب بشن مغازه میخوان، مال و تجاره میخوان، خونه میخوان، عروس میخوای بیاری مطابق شأن و شخصیتت باید پول خرج کنی، از کجا میخوای بیاری؟ سراغ ما هم میاد شیطان، سراغ شما هم میاد. درمانش چیه؟ درمانش این است که انسان دائم متذکر روحش بشه، بگه بابا خدای دیروز خدای امروز است، خدای قادر متعال دیروز خدای امروز و فرداست. تو که بنده دیروز و رزق خور دیروز او بودی، امروزش هم هستی، فردا هم هستی. گوش نکن به این وساوس شیطان. یه حدیثی از پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی کتاب به عبدالله ابن عمر، پسر عمر، پسر عمر روایاتی در بین روایات داره، این روایت در مجموعه ورام نقل شده. خطاب به او حضرت فرمود اذا امسیت، عجیب روایت لطیفیست. ببینید چطور درس میدهد پیغمبر، این طبیب بزرگ روحانی، برای اینکه ما را از این مرضهای روح برهاند. میفرماید یا عبدالله اذا امسیت فلا تحدث نفسک بالصباح و اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء، خذ من حیاتک لموتک و من صحتک لسقمک. یا عبدالله ما تدری ما اسمک غدا. الله اکبر. پیغمبر فرمودن عبدالله صبح که خدا روزی تو داد، قصه روزی شبتو نخور، سفره صبحونه رو جمع نکرده فکر نهار و شام نباش، شامتو که خوردی قصه کله پاچه فردا صبحو نخور. روایت ها کله پاچه نمیگه، میگه اذا امسیت فلا تحدث نفسک بالصباح، وقتی که شب یه لقمه خوردی خوابیدی با خودت حدیث نفس نکن که من فردا چه کنم. خدای امشب تو خدای فردا هم. یه پرانتز کوچک من اینجا باز کنم، اسلام مخالف آینده نگری نیست. آقا فرداها را نبین، آینده نگری در اقتصاد یه رکن است و اسلام هم قبولش داره. اسلام میگه قصه فردا را نخور، ترس از فردا نداشته باش، زندگی تو بکن، فعالیت اقتصادی تو بکن، کسب و کار تو بکن، تجارت تو بکن، پولم برای خودت از راه حلال جمع بکن، اما نگذار ترس از فقر بر روح شما حاکم بشود. اگر ترس از فقر حاکم شد، دو کار با شما می کند: نسبت به امروز بخیلت می کند، نسبت به فردا حریصت می کند. علمای علم اخلاق میگن این دو آفت و دو مرض زائیده و نتیجه ترس از فقر است.
کی نمیتونه امروز پول خرج کنه، خرج زن و بچهش کنه؟ کسی که از فقر فردا و فرداها میترسد، کسی که اعتمادش به خداست امروز بخیل میشود. این امیر المؤمنینی که سر سفرش نشستیم، نستجیر بالله، کاری از او در تاریخ ثبت شده یا شنیده اید سینه به سینه؟ حکایت از بخل علی کند والله نه. چرا؟ چون از فقر نمی ترسد. امیر المؤمنین این طوری که تاریخ نقل می کند، سخا و کرمش عجیب. فاطمه زهرا سلام الله علیها همینطور. اینها محصول یه روح سالمه. اگر شبهای شهادت حضرت زهرا دور هم جمع میشیم، باید امراض روحیمون رو بریزیم بیرون، نگاه کنیم به این اطبای روحانی چه نسخه هایی برای ما نوشتن، عمل کنیم. رفیقش بود، اومد مدینه. رفیق کی؟ رفیق ابیذر غفاری، اعلی الله مقامه الشریف، این صحابی بزرگ پیغمبر، رفیق صمیمی و جون در جونی ابیذر بود. ابوذر باهاش تعارف نداشت، یه نگاه کرد ابوذر، دید تو خانه چیزی نداره، گفت رفیقم؟ گفت بله. گفت میری فلان محله بیرون مدینه، یه گله شتر اونجاست داره چرا میکند. اون گله شتر مال منه، یه شتر وردار بیار اینجا ذبح کنیم، نهر کنیم، گوشتشو کباب کنیم، تا آمدی در محضر تو روزی بگذرانیم، خوش آمدی. ولی تو، چون من با تو تعارف ندارم، این زحمت رو به تو دادم. گوی این حرفا چیه ابیذر؟ چشم. رفت یه شتر لاغر مردنی رو از تو این گله انتخاب کرد، آورد خونه ابوذر. تا ابوذر نگاه کرد، گفت رفتی ضعیفترین شتر من آوردی؟ گفت بله. گفت چرا؟ گفت ابوذر، همونطور که گفتی ما که با هم تعارف نداریم، شترهای خوب و چاق و چله و پرمشتری تو گذاشتن برای روز نیاز تو. یه روزی محتاج میشی بهش، یه روزی نیاز پیدا میکنی. ما مگه شکم چقدر داریم؟ دو لقمه گوشت و کباب میخواییم بخوریم، تمام دیگه. این شتر میده این گوشت و کباب؟ گفت نه رفیق من، به من خیانت کردی. این حرف ابیذره ها. شاگرد مکتب پیغمبر اکرم، زانوزن در مکتب امیر المؤمنین علی علیه السلام، فرمود تو به من میگی باشد برای روز نیازت؟ میدونی روز نیاز من کیه؟ روز نیاز من روزی است که بدن ضعیف ابیذر رو در قبر میگذارند. این آیه قرآن را مقابل چشمش میگذارند، لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. برو بهترین شطور منو بردار بیار، برو بهترین رو بیار. آدمی که از فقر نمیترسد، بهترین نعمت ها رو برمیداره میاره تو خونه برای زن و بچهش، نه اینکه به زن و بچهش سخت بگیرد که فردا من جواب مردم رو چی میخوام بدم، از عزت و آبروی خودم چطور میخوام دفاع کنم تو جامعه ای که تورم چنین میکند و چنان میکند. تورم چیه؟ وظیفه الان چیه؟ ترس از مرگ، ترس از فقر باعث میشود آدم وظیفه فعلیش رو یادش بره. وظیفه فعلیش رو یادش بره. ای آینده های دور 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 و دور، بچه هنوز تو رحم مادره، این داره فکر عروسیشو میکنه. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود. بچه تازه دندوناش در اومده بود، باباش داشت فکر میکرد. یکی طفل دندان برآورده بود، پدر سر به فکرت فرو برده بود، که من نان و برگ از کجا آرمش؟